اعلام کرده که کشورش به طور تمام و کمال از اتحادیه اروپا خارج می شود. ترزا می گفته که بریتانیا قصد دارد تا جایی که می شود با دیگر کشورهای اروپایی وارد تجارت آزاد شود، ولی این به معنای عضویت نصف و نیمه در اتحادیه اروپا نخواهد بود. در این سخنرانی که با عنوان بریتانیای جهانی انجام شده، ترزا می نوید بریتانیای مستقل در سیاست گذاری با رویکردی جهانی تر را داده، ولی گفته که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این کشور از اروپا فاصله نمی گیرد. یاسمین میزر سردبیر نشریه کریتیک در دانشگاه گلاسکو منظور خانم می را این گونه توضیح داد. در حقیقت از یه جنبه شروع مذاکراتش با اتحادیه اروپا است. به این معنا نیست که اینها اگه بخواید آخرین یا نهایی ترین خواست هاشه. به نوعی میشه گفت بالاترین خواست ها رو مطرح کرد تا در مذاکراتی که در پیشه از یک طرف دست بالا رو بگیره و از طرف دیگه پاسخی باشه به برخورد اتحادیه اروپا در چند ماه گذشته به مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه. به این معنا که کشورهای مختلف اتحادیه اروپا موضع نسبتاً تندی بر علیه بریتانیا گرفتند، باقی ماندن بریتانیا در بازار واحد رو قبول نکردند با شرایطی که بریتانیا مطرح میکرد. به این معنا که مهاجران سیاسی کم بشه تعدادشون، ورود نیروی کار محدودیت هایی داشته باشه، ولی سرمایه بریتانیا و شرکت بریتانیا در بازار واحد مثل گذشته باشه. پیداست اتحادیه اروپا قاطعانه به خانم می گفته این موضع قابل پذیرش نیست و به این دلیل او رو در موقعیت قرار داده که مجبور شده مواضع رو مطرح کنه که از جنبه هایی دستیابی به اونها اگر غیر ممکن نباشه بسیار مشکل خواهد بود. ولی خانم میزر، سخنان خانم می در خود بریتانیا هم واکنش های منفی برانگیخت، هم از طرف حزب کارگر و هم در اسکاتلند، درسته؟ نگرانی عمده خانم می به نظر من باید از اسکاتلند و ایرلند شمالی باشه. هر دو منطقه یا هر دو استانهای بزرگ که به نوعی خودشون رو کشورهایی در درون اتحاد بریتانیای کبیر میدانند، اگه یادتون باشه برخلاف برکسیت رای دادن، یعنی میخواستن بمونن در اتحادیه اروپا و هر دوی اینها پی جدایی خواهند رفت. حزب ملی اسکاتلند امروز خیلی قاطع مطرح کرده که میره پای اون. ایرلند شمالی همیشه برای بخشی از مردم ایرلند شمالی نزدیکی با ایرلند جنوبی یا یکی شدن با ایرلند جنوبی مطرح بوده و در نتیجه اون روی کار خواهد اومد و اگر این روند پیش بره با مخالفتی که حزب کارگر داره، با مخالفتی که در نهایت بخش‌هایی از حزب محافظه کار با چنین سیاستی خواهند داشت و اون چه باقی مونده از لیبرال دموکرات ها که تعدادشون کمه ولی نباید بالکل ناچیز دانستشون، در یه چنین مجموعه خانم می با مخالفت های بیشماری روبرو خواهد شد. امروز تنها کسانی که مثبت در رابطه با سخنرانیش صحبت کردند جناح راست حزب محافظه کار و یوکیپ یا حزب استقلال بریتانیا بود. بقیه همونطور که گفتید عکس‌العمل خیلی منفی داشتن. یاسمین میزر